مرکز جهانی دفاع از حقوق و آزادی ها آدم استفاده تروریس های داعش از سلاح های شیمیایی بر ضد نیروهای عراقی در روستای شیعنشن بشیر را محکوم کرد این مرکز حقوق بشری از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا با تشکیل کمیته های حقیقت کشورهایی را که این گونه سلاح ها را در اختیار سنی های تندروی داعش قرار می دهند شناسایی و بنابر قوانین بین المللی با آنها برخورد کند در این بیانیه که نسخه از آن را نیز به شی ویوز رسیده آمده است حملاتی که به وسیله سلاح‌های شیمیایی به نیروهای عراقی و مردم غیر نظامی روستای بشیر و مناطق مجاور آن شده نقص کننده ی تمامی معاهده های منع استفاده از سلاح شیمیایی بوده و جنایت جنگی محسوب می شود. این بیانیه اقدام کشورهایی که سلاح شیمیایی را در اختیار تروریست‌های داعش قرار دادند و یا بر استفاده از آن سرپوش نهادند جنایتی علیه بشریت خان و افزود اکنون مردمان مناطق دیگر چه آنها که در چنگ داعش به سر میبرند و چه آنها که آزاد شدند خطر حملات شیمیایی را احساس کردند و در نگرانی به سر میبرند لازم به ذکر است روستای شیهنشین بشیر در جنوب استان کرکوک عراق چندی قبل مورد اصابت چندین گلوله خمپاره حامل مواد سمی و شیمیایی قرار گرفت و در پی آن تعدادی از اهالی روستا شهید و مجروح شدند که اکثر آنها را زنان و کودکان تشکیل میدهند